امروز در خدمت هستیم با یکی از ویدیوهای جذاب. امروز قراره در مورد تولتیپ صحبت کنیم توی نرم افزار تبلو. تولتیپ معمولیش این شکلیه که چندان به درد ما نمیخوره، ما ازش استفاده نمیکنیم، شاید به درد بخوره ولی ما قراره یه چیز بهتر رو یاد بگیریم. قراره در مورد تولتیپی صحبت بکنیم که کاستومایز شده، میتونه تو گزارش خیلی بهتون کمک کنه. بریم با هم دیگه موضوع رو توی تبلو ببینیم. قراره در مورد تولتیپ نرم افزار تبلو صحبت کنیم. یکی از گزینه‌هایی هم که میتونه دوباره بهتون کمک بکنه که بتونید جزئیات بیشتری رو به کاربر و بیننده داشبوردتون ارائه بدید، اینه که بتونید از این کاستوم تولتیپ ها استفاده بکنید. تولتیپ های معمولی که تبلو داره به این صورته که شما با قرار دادن هر کدوم از فیلد هایی که نیاز دارید داخل کادر تولتیپ در تب مارکس میتونید اینها رو به کاربرتون ارائه بدید و نمایش بدید. ولی خب از نظر ظاهری و اینکه بتونید جزئیات بیشتری رو به کاربرتون ارائه بدید، خب یه مقداری محدودیت داره و نمیتونید این کار رو انجام بدید. برای این کار ما میام از کاستوم تولتیپ ها استفاده میکنیم. من طریقه ساخت یکیش رو بهتون یاد میدم و بهتون نمایش میدم که چجوری میتونید یک تولتیپی رو ایجاد بکنید و روی یک ویژوال دیگه ازش استفاده بکنید و نمایش بده. من خودم یه دونه رو تو پیج دو ساختم که در موردش توضیح میدم. میریم یه دونه پیج جدید میسازیم. من میخوام فروشم رو بر اساس سال بیام و تولتیپش رو نمایش بدم و اینم بر اساس میزان فروشم، سیلزم، به صورت این تایر ویو و حالتش رو میزنم رو حالت بارچارت. شما میتونید از گزینه‌های بهتری هم استفاده کنید، مثل پروگرس بارها. بالا براتون لینکش قرار داده شد، میتونید روش کلیک کنید و پروگرس بار رو ببینید چجوری میتونید استفاده بکنید. جنبه ظاهری قشنگتری داره که میتونید توی تولتیپ ها ازش استفاده بکنید. خب قدم دوم، دوباره برمیگردم تو شیت و ویژوالی که قرار تولتیپش کاستوم بشه صحبت بکنیم. اینجا فقط کافیه من توی این شیتی که هستم دابل کلیک بکنم روی تولتیپ و ادیت تولتیپ باز بشه. خب میتونم اینا رو وسط چینش بکنم، میتونم فونت و سایز و رنگ و همه مواردش رو درست بکنم و خیلی آیتم های دیگه. کنار اینها شما از تب اینسرت میتونید استفاده بکنید. خب دیتا سورس نیم، دیتا آپدیت تایم، شیت نیم، ورکشیت نیم، پیج کاونت، نیم، نامبر، دیفالت کپشن و دیفالت تایتل، فول نیم و یوزر نیم. مواردی که خب داره به صورت اضافه بهتون توی تولتیپ میده که ازش استفاده بکنید. هر کدوم اگر نیاز داشتید استفاده کنید. پایینم فیلدهایی که تماما دارید ازش توی ساخته این ویژوال استفاده میکنید داره بهتون میده. و یه گزینه آل فیلدز هم داره که تمام فیلدها و تمام اون ویژگی‌ها رو بهتون میده، فیلدهایی که استفاده شد. اینجا دو تا شیت وجود داره، شیت دو و شیت سه. من فعلا شیت سه استفاده میکنم، میگم 300x300. عرض و طولش رو خودتون میتونید انتخاب بکنید. نگاه کنید یه چنین گزینه ایه، ولی خب من میام از تولتیپ خودمون که توی پیج دو ساختیم و از رنگ مپس رنگ بندی استفاده کردیم اینجا ازش استفاده میکنیم. خب اینجا میام دوباره از تب اینسرت گزینه شیت دو رو انتخاب میکنم و سایزش هم عرضش رو طول عرضش هم تغییر میدم، 600x300ش میکنم و اوکی میریم. ما هم دیگه ببینیم چه جوریه. بله نگاه کنید، به صورت کلی توی تولتیپ خودش داره مجموع فروش اون استیت رو به من میده و پایینش داره مجموع فروش و مجموع سود و پایین‌تر داره در مورد ماهای فروش مقدارش و رنگ بندیش یعنی میزان فروش و میزان سود رو هم داره به من نمایش میده. خب جزئیات خیلی بیشتری داره به من میده. میتونم من پروفیت رو ازش بردارم که بتونم بیشتر ببینم این موضوع رو، یعنی سیلزم رو بهتر ببینم. ولی خب من اومدم از این دوتا استفاده کردم که شما ببینید و نگاه کنید الان چه جوریه. اینجا نگاه کنید، روش هم که کلیک کنید به راحتی میتونید اینجا رو تحلیل بکنید تو چه ماهای فروش بالایی داشته و تو چه ماهای پایین تر بوده، یعنی چه ماهای فروش خوبی داشته که سودتون
منفی بود. اگر این ویدیو براتون کارآمد بود و ازش استفاده کردید و به دردتون خورد، ممنون میشم که سابسکرایب، لایک و کامنت رو فراموش نکنید. سپاسگزارم.